نیروهای سوری منابع اصلی تأمین آب حلب را آزاد کردند. نیروهای سوری موفق شدند مرکز تأمین آب الخفسه واقع در کرانه غربی رود فرات در حومه شرقی حلب را از کنترل سنیهای تندروی داعش خارج کنند. این منبع تامین آب شرب بیش از 1.5 میلیون شهروند سوری را بر عهده دارد و اصلی ترین منبع تامین آب حلب به شمار می رود که بعد از 8 هفته تلاش و حملات نیروهای سوری علیه داعش آزاد شده است. طی ماهای اخیر و در پی بالا گرفتن درگیری ها سنی های تندروی داعش به تلافی شکست های پیاپی خود آب مصرفی محله های شرقی شهر حلب را با از کار انداختن ایستگاه پمپاژ آب فرات قطع کرده بودند. برآورد های سازمان ملل نشان میدهد 15 میلیون نفر از مردم در سراسر سوریه با مشکل دسترسی به آب مواجهند و حدود یک چهارم از درآمد خانوارهای سوری برای تهیه آب هزینه می شود. منابع سوری همچنین اعلام کردند تا یه حدود دو ماه اخیر نیروهای سوری به فرماندهی سرهنگ سهیل الحسن موفق شدند یک هزار کیلومتر مربع از مناطق حومه شرقی حلب از جمله ده ها روستا شهرک مزرعه از سلطه سنی های رو خارج کنند و آنها را عقب برانند.